منم یاد خدا میریم درسیم روز خدا شروع میکنیم در برنامه ورد. ما شما روز قبل برنامه ورد پیش ورده بودیم الى تب هم که مکمل خلاصش کردیم نی؟ حالا هم نوبت تب انزرد رسیده که شروعش بکنیم و شروع داشته باشیم تب انزرد و ببینیم تا کدام قسمتش پیش خواهد رفتیم. ببینین تب انزرد بخش اولش به نام پیش هست. در پیش ما اول داریم کاور پیش. کافر پیش در صورت اگر شما خواسته باشین از پوش آماده شده از صفحه دیزاین شده از طرف برنامه اگر کار بگیرین باز از همین جا استفاده میکنین. میگین درج کو برام میگه چی درج بکنم؟ یک دونه کافر پیج، یک دونه چپتر جور کردیم به نام کامپیوتر و معلوماتی که مربوط به کامپیوتر میشه درج شد و وقت یعنی ما وقت کم دارم به خاطر دیزاین کردن پوش و یا جور کردن پشت در برنامه ورد. پس وقت که کم دارم میتونم از پشت دیزاین شده از طرف برنامه استفاده بکنم. میرم در اینجا اینی هست دیزاین ها از طرف برنامه، حالا هر کدامش که ضرورت هست یا کار است ما میتونیم انتخابش بکنیم بعدا از اون پشت از اون دیزاین استفاده بکنیم. مثلا من میرم در اینجا اینی دیزاین انتخاب میکنم، دیزاین آماده شده. خب در کدام تاریخ جور کردی؟ تاریخش رو درج میکنم، مثلا در تاریخ 10 فوریه 2017 صحیح است. عنوانش چیست؟ عنوانش مثلا کامپیوتر. درباره چی کامپیوتر گفته شده؟ فرض مثال درباره سافت ویر کامپیوتر. این یک چپتر دیزاین شده از طرف برنامه بر ما اومد، ما میتونم از این استفاده بکنم. بعدا اگر بخوام دیزاینم بیارم برش در رنگ و در دیزاینش تغییرات هم میتونم داشته باشم. در اینجا صحیح است، به شکل هر کدومش که خوشم اومد عمو دیزاینش انتخاب میکنم بعدا استفاده از عمو دیزاین میداشته باشم. اینی بود وظیفه و همچنان دیگه قسمت میگه کی جور کرده ایره، نام شخصی که جور کرده و نام کمپانی که جور کرد، یعنی بر کجا جور کردین؟ برای هلسی جور کردیم. خلاص پوش آماده شد، دیزاین شد و هیچ وقت ما هم نگرفت. وقتی شما پوش دیزاین میکنین در اینجا سه آپشن داره. یک مور کاور پیش فرام آفیس دات کام. اگر بخواین از سایت آفیس دیگه پوش ها رو بگیرین و یا داشته باشین پوش میگین مور کاور پیش فرام آفیس دات کام. اگر ریموف میگین، خب ریموف معلوم دار که حذفش میکنه، میگیم ما پوشی که ما انتخاب کردیم یا استفادهش کردیم میخوایم حذفش بکنم، پس حذفش کردیم. کنترل زی و سیف سلیکشن تو کاور پیج گالری باز چیست. و اگر بخواین ثبتش بکنین، این می پوشی که من انتخاب کردیم میخوایم به نام خودم ثبتش هم بکنم صحیح است، باز میشه که شما چی بکنین؟ ذخیرهش بکنین و البته انتخاب بکنین، انتخاب کردین بعدن میتونین شما چی بکنین؟ ذخیرهش بکنین، سیفش بکنین. حالا آپشن چی فعال میشه برام شما؟ سیف. سیف که گفتین نام برش میتین مثلا به نام ALC، وقتی میگن اوکی حالا دیگه مشکل نیست. اگر ریموف هم میشه ریموف شو، بله ریموف میگیم ریموف کرنت کاور پیج، بله ریموف شد. حالا اگر ما میریم دیگه قسمت برای ما شما در اینجا به نام ALC باید ثبت شده باشه. خب ما میایم پایین به نام ALC باید ثبت شده باشه که ثبت هم شده صحیح است. ای بود ثبت کردن یک پوش به نام خودمون در اینجا. و آپشن دیگه هم به نام بلانک پیج داریم. بلانک پیج چیکار میکنه؟ رسیده بودیم به آپشن بلانک پیج. بلانک پیج وظیفه‌اش فقط ایجاد یک صفحه خالی یا درج یک صفحه خالی به صفحه برنامه ورد ما شما. ما اینجا داریم صفحه و معلومات هم داریم در قسمت. ما یک صفحه خالی داریم پایین ضرورت شده برام. با کلیک روی بلانک پیج میتونم یک صفحه خالی داشته باشم. تنها و تنها درج یک صفحه خالی. انزر درج کو چی درج بکنم؟ یک صفحه خالی. این بود وظیفش. یا شارتکتش کنترل انتر، از کیبورد کنترل انتر میگین صفحه خالی بر شما درج میشه. پیج بریک چیکار میکنه؟ پیج بریک در صورت اگر شما خواسته باشین که این از اینجا ما کرسر خود دینی قسمت نمیمونم، میگم از اینجا به بعد باید به صفحه دیگه انتقال بکنه یا به صفحه بعدی انتقال بکنه، فقط با کلیک روی نیمی معلومات هم میتونم در صفحه دیگه انتقال بتونم یا صفحه بعدی انتقال بتونمش. خلاص این بود وظیفه پیج بریک. بخش دیگه داریم تیبل. تیبل یک بخش خیلی مهم در تب انزرد است که در اینجا جدول معنا میده. تیبل بیرون از کامپیوتر اگر معنا بکنین خب معناش میفهمین دیگه بنامو میسه، اما در بین ورد یا در برنامه ورد برای شما جدول معنا میده که خیلی مهم است و حتما یک کسی که ورد میخونه باید این بخش آشنایی داشته باشه که هیچ امکان نداره از این در هیچ یعنی اداره نیست که بدون جدول و بدون تیبل باشه، یعنی حتما در برنامه ورد از بخش تیبل استفاده خود دارن و استفاده میکنن. حالا که در تیبل اومدیم میتونین از این یک جدول آماده شده استفاده بکنین
و وقت جدول درج میکنین دو دانه تب برتون باز میکنه، یک دیزاین یک لی اوت، و همچنان باز هم آپشن بنا انزر تیبل آپشن اولش از در تیبل کروزی اگر کلیک میکنیم یک جدول میتونیم شما درج بکنیم. چه قسم جدول میگم؟ یک جدول، یک جدولی که 4 ستون داشته باشه و 15 دانه رو داشته باشه. اینجا که گفتیم برای ما 4 ستون، این یک ستون، یک ستون، بله یک ستون و 2 3 4، این 4 ستون شد. اگر رو را میخواین حساب بکنین به شکل یک رو، دو رو، سه و و الی شماره 15، این ستون و این هم شد رو یا سطر. یک بار دیگه میگم، به شکل عمودیش صحیح میشه ستون، به شکل افقیش این شکل میشه رو، یک رو. و فرق بین انزر تیبل و همچنان تیبل آماده شده از اینجا چیست؟ ببینین وقتی ما شما اگر تیبل آماده یا جدول آماده هدف ما باشه، هدف ما اگر ایجاد جدول آماده اگر باشه، باز جدول آمادهش به این شکل است که ما شما نمیتونیم که چیز، البته امو به شکل دلخواب بیشترین، فرض مثال من یک دانه تیبل کار دارم که دارای 100 دانه رو باشه یا 5 دانه ستون داشته باشه، وقتی من از اینجا بخوایم درج بکنم این محدود است، نمیتونم، یعنی اجازه ما رو نمیده که پیش بریم و زیاد استفاده بکنیم از تیبل. اینمی آخرین رویش است که 5 یا 6 دانه رو است که آخرین رو میشه که از این به پیش ما رو اجازه نمیده، و ستونش هم به می شکل از این ستون به پیش اجازه نمیده. اما در اینجا شما میتونین یک نمبر را خودش، یعنی اینجا بیان تعیین بکنین و از این استفاده بکنین. مثلا بله یک جدول دلخواه که دارای فرض مثال 10 ستون باشه، 25 تا رو باشه، وقتی میگین اوکی به مو شکل یا به مو حالت یک تیبل یا جدول بر شما چی میشه؟ درج میشه. و در اینجا سه آپشن در این قسمت مونده، فیکس، فیکس کالم ویت، اوتو فیت کانتنت، اوتو فیت ویندو. این سه آپشن چیکار میکنن؟ این سی آپشن هم شما دینی قسمت برتون میگیم در لی اوت، این اینجا در ریکارد بعدی بخیر میگیریم و استفادهش میکنیم، صحیح است؟ اوتو فیت کانتنت، اوتو فیت ویندو و فیکس کالم ویت. یک دون آپشن مون به نام ریمبر دایمنشن فور نیو تیبل. این ای آپشن چیکار میکنه یا چی وظیفه را داره؟ در اینجا اگر ما میایم در قسمت اگر درج میکنیم، مثلا درج میکنیم 10 و اینم درج میکنیم 15 یا 20 یا هر نمبری که برش بدیم، همین که یک بار اوکی میگیم، باز دوباره کنترل ای دلیت، دوباره وقتی میریم به اینجا میبینیم چند میشه دوباره؟ 5 و 2. چرا همیشه 5 و 2 از این قسمت؟ به خاطر 5 و 2 است که نیمی آپشن یا کسی بوده برای آخرین باری کار کرده یا هم کمپانی برای ما کار کرده از طرف برنامه بوده که همیشه در بخش ستونش 5 در شوه یا 5 باشه و نمبر آف رویش هم چند باشه؟ 2 باشه. ما شما میریم میگیم نه، بعد از این 4 تا ستون داشته باشه و 20 تا رو باشه برای همیش، بله این میره انتخاب میکنم و میگم ریمبر، هر وقتی که اومدم این نمبر به یادت باشه یا به خاطرت باشه که من همون نمبر زیاد استفاده میکنم یا همون تعداد رو کالم حال کم هم کرده میتونیم. و شما اگر بخواین کم کم انتخاب بکنین، بعدا این آپشن فعال بکنین. باز اگر میخواین حذفش بکنین تعداد رو کالم تا به شکل انتخاب بکنین، مثلا نینی تعداد رو ما کار ندارم دلیت روز، و اگر ستون بخوایم که آپشن داره باز ما شما حال میخوانیمش، نزدیک سازیم، یعنی نزدیک هستیم میرسیم برش. دیگه اینجا هم بود انزر تیبل و درا تیبل چیکار میکنه؟ رسم تیبل، اگر بخواین یک تیبل رسم بکنین به شکل، به شکل دلخواه ما میتونین یک دونه تیبل چه بکنین؟ رسم بکنین، صحیح است؟ ستونش رویش همه چیز خودتون تعیین بکنین خلاص. و آپشن بعدی کانورت تکست تو تیبل، این چیکار میکنه؟ ما این شکل جدول داریم، اگر بخواین اینو در بین تیبل بندازین یا درج به تیبل بسازین، باز چی میگین؟ کانورت تکست تو تیبل. فقط شرطش است که انتخاب باید شه، انتخاب شد فقط کانورت بگو، اوکی بگو، براتون کانورتش میکنم. این بود این موضوع کانورت. اکسل اسپریشیت از برنامه اکسل بر ما یک جدول میارم. وقتی ما شما کلیک میکنیم روی ازی، ببینین بر ما برنامه اکسل باز میکنم. در اینجا جدولی که ما نیاز داریم درج میکنیم، ما میبخشین میگم به تعداد 9 نفر در این جدول ما هست، احمد است، نعمت است، علی هست، ولی هست، امین هست، امین هست، امین هست و قسیم، نسیم و سیر.
ای تعداد ما نام دارم، میگم دکتر، انجینیر، درایور، آیتی، چه دکتر، انجینیر، دو، آیتی و درایور. سیارش هم اشتباه شده بود اینجا، صحیح. یه هم ستون معاشاتش. بشکل سیز. میخوایم مجموعش هم داشته باشم. توتال. آلت دوبار مسای شورتکتش مجموعه برام ایجاد میکنم و یا درش میکنم اینم برجسته. وقتی بیرون کلیک میکنیم اینم جدولی بود که ما از برنامه اکسل آورده. یعنی فقط وظیفش اینمی هست که از برنامه اکسل ما رو به برنامه اکسل میبره، ما جدول خود ترتیب میدیم، بعدن در برنامه اکسل درج میشه خلاص. کویک تیبل یک تیبل آماده شده یا جور شده از طرف برنامه است. اگر ما بخوایم یک جدول آماده شده از طرف برنامه بگیریم، باز به شکل کلیک میکنم. و هر وقتی که شما تیبل درج میکنین، تیبل درج میکنین، مثلا داریم آیدی، نیم، جاب و سالری و نمبرش هم اینی هست. و نمبرش هم هست و نامش هم مثلا احمد، سیار، قسیم، نسیم، ساحل، روین و انور. ای تعداد نامه را داریم، دکتر، انجینیر، درایور، درایور، آیتی، تیچر و آیتی و همچنان دکتر. ستون و معاشاتش هم درج بکنیم، $100، $200، $300، $400، $500 و $700. این هم شد معاشاتشون. و عنوانش هم برجسته میسازیم به این شکلی که میبینیم. گفتیم وقتی ما شما جدول درج میکنیم، دو تا تب برای ما باز میکنن، یک تب دیزاین، یک تب لی‌آوت. دیزاینش چی وظیفه داره؟ بخش اولش تیبل استایل آپشن، بخش دومیش هم تیبل استایلز. هر وقتی که شما بخواید از این استفاده بکنین، شرطش هست که شما باید یک دیزاین تیبل کار بگیرین. مثلا اینی دیزاین ما استفاده کردم، باز میگه هیدر رو، هیدر رو این قسمت چه میگن؟ خلاص دیزاین این میره نشان بده یا نه؟ میگم نه خیر. توتال رو با کجا میگن؟ این اینجا، این می آخرین رویش به نام توتال رو میگن. دیزاینش میگم نباشه، بندید رو اونو بندایی که هست فعلا میبینیم دیزاینش باشه یا نباشه. فرست کالم ستون اول، لاست کالم ستون اخیر و بندید کالمو یا هم دیزاینش. فقط بخش اولش که شما استایل استفاده کردین اگر آپشن فعال میباشه اونو دیزاین براتون نشون میده، غیر فعال باشه نشون نمیده. یعنی جام انتخاب دیزاین یا استایل که از اینجا به این شکل دیزاین انتخاب میکنین، به این شکل انتخاب میکنین یا هر حالت دیگه شک شما خودتون میخواین استفادهش بکنین. سه گزینه داره اینجا. مودیفای تیبل استایل اگر روش کلیک میشه، ما دیزاینی که استفاده کردیم اگر بخوایم تغییرات بالای دیزاین داشته باشیم، باز میگیم خیلی مودیفای تیبل استایل. در نامش نه، فقط در دیزاینش. خب چی تغییرات؟ مثلا معلوماتش برجسته باشه، اندازه متنش 24 باشه، رنگش فرض مثال آبی باشه دیگه، معلومات همیشه در مرکز نباشه یا در بین در وسط دیگه، بک‌گراندش چه شکل بک‌گراند و هر اون تغییرات دیگه که لازم می‌بینین. اگر میگین اون دین دست داکومنت فقط در همین سند، اگر این انتخاب میکنین هر سندی رو که من باز میکنم بعد از این میشه برنامه رو واسه بکنم دوباره در سند جدید مینیمی کار یا اینمی دیزاین ما باشه. وقتی میگین اوکی، حالا دیگه می‌بینین بنام یعنی همون دیزاینی که ما شما استفاده کردیم تغییراتش هم بالاش می‌بینیم. اگر میخواین هیچ دیزاینی نباشه، فقط کلیر بگین. کلیر که گفتین اصلا کدام دیزاینی برش استفاده نمیشه، مشکل خو نیست. و نیو تیبل استایل، اگر بخواین یک دیزاین نو از پیش خود بسازین، اصلا دیزاین ها میگم خوشم نمیاد، یک چیز نو میخواین بسازم، میگم مودیف نیو تیبل استایل. بچه نام مثلا به نام خودت، به نام نعمت میگیریم، صحیح؟ به نام نعمت چی میسازی تو؟ میگم تیبل میخواین بسازم. آیا تغییرات، خب میگه آیا تقلید شده همی استایلی که برنامه نعمت میسازی، آیا تقلید شده است کدوم دیزاین خود دیگهش باشه؟ یعنی از طرف برنامه دیزاین ها را ما داشتیم، اگر انتخاب میکنیم با معنی که تقلید شده از اینی تیبل، یعنی مشابه با اینی تیبل باید باشه. میگم نه خیر، حالت نرمال هیچ چیز نباشه، خودم میخوایم جور بکنم. تغییراتت بالای تمام تیبل باشه، هول تیبل با معنی که تمام تیبل، رو، هیدر، بندت کالم، همه گپ، تمام بخشایی که شما اینجا دیدین. خب چی تغییرات؟ معلوماتش همیشه استایل خطش کامبریا باشه، اندازه خطش 18 باشه، برجسته باشه، رنگ معلوماتش سرخ باشه و استایل باردرش به این شکل، اندازش به این اندازه، رنگ باردر آبی باشه،
چوکات هم چهار طرفش داشته باشه و بکگراوند هم این شکل یک بکگراوند داشته باشه، معلومات همیشه در وسط نوشته شود و only in the document فقط دمی سند. و این دیگه شما که اگر انتخاب میکنین در تمام اسنادی که ما بله برای همیشه یا برای دائمی و در تمام اسنادی که میخوایم استفاده بکنم، پس این انتخابش میکنم فقط دمی سند اوکی. و الان که اگر میریم به نام نعمت یک دونه دیزاین در بین سایلا ساخته شد و هر وقت هم بخوایم استفاده کردن میتونیم که این شکل بله باز مستقیمش اگر شما بخواید تغییرات وارد بکنین، من میتونم بالای دیگه تغییرات هم داشته باشم، مثلا این بک‌گراند شما نامد بک‌گراندش جابجا میتونم تغییر بدم. اگر این دیزاین خوشتون نامد شما میشه که یکون رنگ دیگر انتخاب بکنین یا اینی رنگ انتخاب بکنین. فرض مثال من رنگش میخوام سفید بسازم، رنگ معلوماتش میخوام چی باشه؟ رنگ سفید باشه، به شکل معلوماتش رنگش سفید برجسته باشه، برجسته میسازم. و اگر این بک‌گراند یا این رنگ خوشم نذات میشه نو کالر بگم یا مور کالر یا رنگ نو خودم جور بکنم به شکل. و میگه اوکی گفتیم همون تغییرات قبول میشه. ادامه میشه فردا بخیر پیش میبریم بخش بار درس. پس درس امروز رو در اینجا ختم میکنیم و درس ما رو با پایان میرسونیم. این بود درس امروز در برنامه بورد. پس وقتم بر تمرین هست، الا سر 3 بجه منتظر به سوالتون هست، رو میشه سوال بکنین. شروع که جواب خود گرفتین و حل میشه و هیچ مشکل هم نباید بونه. فقط تمرین بکنین، سوال داشتین پرسان بکنین. حل میشه و درس امروز رو در اینجا با پایان میرسونیم.